دفاع دبیر کل سازمان ملل متحد از بیرون کردن رژیم از کنفرانس ژنو دو. بان کی‌مون: تصمیم درستی گرفتم، چون رژیم ایران با تشکیل دولت انتقالی سوریه مخالف بود. حمایت تونی بلر، رئیس کمیته بین المللی برای صلح خاورمیانه، از کنار گذاشتن رژیم آخوندی از کنفرانس ژنو دو. احمد داوودوغلو، وزیر خارجه ترکیه: جنایات انجام شده در سوریه باید در دادگاه بین المللی مورد رسیدگی قرار بگیرد. سخنان رئیس ائتلاف ملی سوریه درباره اسناد همدستی رژیم آخوندی با دیکتاتور سوریه در جنگ علیه مردم این کشور و راه اندازی داعش توسط رژیم بشار اسد. بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، پس از اولین روز اجلاس ژنو دو در یک کنفرانس مطبوعاتی از پس گرفتن دعوت از رژیم آخوندی دفاع کرد. وی گفت دلیل پس گرفتن دعوت از رژیم ایران این بود که این رژیم با هدف اصلی این نشست، یعنی تشکیل دولتی انتقالی در سوریه، مخالفت کرد. بیانیه‌ای که رژیم ایران پس از دعوت من صادر کرد منطبق بر این هدف نبود. بان کی‌مون گفت تصمیم درستی گرفتم، ولو که در آخرین دقایق اعلام شد. تونی بلر، نخست وزیر پیشین انگلستان، که همکنون ریاست کمیته بین المللی برای صلح خاورمیانه را بر عهده دارد، از کنار گذاشتن رژیم آخوندی از اجلاس ژنو دو حمایت کرد. وی به تلویزیون CNN گفت با توجه به اهداف کنفرانس که تلاش برای رسیدن به ترتیبات دوران انتقال و توافق برای دولت انتقالی بوده است، اگر حکومتی نخواهد بر اساس این اصل در کنفرانس شرکت کند، دلیلی برای شرکت آن در کنفرانس وجود ندارد. از این رو به نظر من پس گرفتن دعوتنامه رژیم ایران کاملا واضح و روشن بود. در جریان اولین روز کنفرانس ژنو دو، احمد جربا، رئیس ائتلاف ملی سوریه، در سخنان خود مبنی بر این که مردم سوریه نه فقط با رژیم اسد، بلکه باید با همدستانش، یعنی حکومت آخوندی و حزب شیطان لبنان نیز به جنگند، اسنادی درباره همدستی رژیم با دیکتاتور سوریه ارائه داد. وی گفت سوریه در دست تروریسم اسد و مزدوران اوست. در صدر این تروریستا حزب الله لبنان است که ارتش آزادی سوریه در حال جنگ با آن است. ارتش آزادی سوریه با سپاه پاسداران نیز مقابله می کند و بر اساس اسناد متعددی حضور آنها در سوریه اثبات شده است. همچنین رزمندگان ارتش آزادی سوریه با سران تروریسم که اسد آنها را از عراق وارد می کند می جنگند. گروه داعش هم توسط رژیم اسد راه اندازی شده است. احمد داوودوغلو، وزیر خارجه ترکیه، نیز طی سخنانی در کنفرانس ژنو دو گفت امکان ندارد جامعه جهانی نسبت به فجایعی که در سوریه رخ می دهد چشمش را ببندد. رسوایی هایی که در سوریه رخ داد در زمره جنایت ضد بشری است. جنایتی که در سوریه انجام می شود در هیچ جای دنیا سابقه نداشته و باید در دادگاه ویژه‌ای به آنها رسیدگی شود. بحران رژیم و خشم و غیظ ولی فقیه ارتجا از فضیحت بیرون کردن رژیم از کنفرانس ژنو دو. به دنبال بیرون کردن رژیم آخوندی از کنفرانس ژنو دو و حمایت بین المللی از این تصمیم، سرکردگان و مهره‌های رژیم از یک سو به مجادله و جنگ گرگ‌ها بر سر دغلکاری و پنهانکاری ظریف در مذاکراتش بر سر سوریه با دبیر کل پرداختند و سوی دیگر با سوز و گداز نسبت به این اقدام دبیر کل ملل متحد، خشم و غیظ ولی فقیه ارتجا را از این شکست و فضیحت رژیم برملا کردند. آخوند رهبر از باند خامنه‌ای به خبرگزاری سپاه پاسداران گفت برخورد منافقانه دبیر کل سازمان ملل متحد در پسگیری دعوت حضور ایران در ژنو دو تحت فشار سعودی ها و آمریکایی ها در کمتر از یک روز با توجه به سابقه تاریخی غربی ها غیر طبیعی و نامتعارف نیست. قاضی پور، نماینده مجلس ارتجاع از ارومیه، از باند خامنه‌ای با غیظ بسیار مدعی شد
دبیر کل سازمان ملل با پس گرفتن دعوت از نظام برای حضور در کنفرانس ژنو دو مشروعیت پیشین خود را از دست داد و من پیشنهاد می کنم که وی از سمت خود استعفا دهد. احمد بخشایش عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم نیز گفت این بازپسگیری ناشی از فشار و دیکتاتوری ایالات متحده آمریکا بود. پذیرش نتایج ژنو دو به معنی پذیرش تشکیل دولت انتقالی و خروج بشار اسد از صحنه قدرت سوریه است. طبیعی است ایران زیر بار پذیرش نتیجه ژنو یک نرود. مخالفان می‌خواهند بشار را از صحنه سیاسی سوریه حذف کنند.